خب تو این ویدیو موی سر این مدل با حاشیه دندان دندانه و رنگ های ناهمگون اونو به یه افکت زیبا تبدیل میکنیم و همچنین این حاشیه سبز ضخیم کنار شانه راست اونو حذف میکنیم. حالا کمی زوم میکنیم به سمت بالا و موها رو اسکرول میکنیم تا اینکه بفهمیم مشکلش از کجاست و روی این ماسکلایه شیفت کلیک میکنیم و این ناحیه قرمز رنگ و بالای تصویر و همچنین این ناحیه قهوه‌ای بالای سر زن رو میبینین. این رنگا در نهایت منجر به اثرگذاری روی تارای مو میشن. بعضی وقتا عرض اونا حتی یک تک پیکسل هم نمیشه. برای مثال این تار مو اینجا رو دقت کنید، اگر چه عرض اون 2 تا پیکسله و وابسته به اینکه کجا اونا رو اندازه میگیرید، میبینید که رنگا از یه پیکسل تا پیکسل بعدی کاملا متفاوتن. پس کاری که باید بکنیم اینه که رنگ های بهتری از موی واقعی بخش داخلی سر و همچنین رنگ های جدیدی از پس زمینه بگیریم. خب حالا با کمی زوم اوت میکنیم، روی ماسک لایه شیفت کلیک میکنیم تا دوباره اونو برگردونیم. با فشردن کلیده کنترل شیفت و این یه لایه جدید ایجاد میکنیم و اسمشو هیر کالر میذاریم و اوکی میکنیم. حالا ابزار قلمو رو با دکمه بی انتخاب میکنیم، درون پنجره تصویر راست کلیک میکنیم، مقدار پیکسل رو روی 100 تنظیم میکنیم و مقدار سختی اون رو به 0 کاهش میدیم. حالا اینتر میکنیم تا تغییرات اعمال بشه. مطمئن میشیم که پنل رنگ در بالای صفحه بازه. واسه این کار به منوی ویندوز میریم و دستور کالر رو انتخاب میکنیم. حالا روی آیکون منو در گوشه راست بالای اون پنل کلیک کرده و HSP سلایدرز رو انتخاب میکنیم تا بتونیم مقدار HSP رو ببینیم. حالا Alt رو نگه میداریم تا به صورت موقت به خطر چکان دسترسی پیدا کنیم. کلیک میکنیم و داخل موی پلاتینی رنگ درگ میکنیم تا این نمونه رنگ خوب پیدا کنیم. نمونی که من پیدا کردم داره سایه 20 درجه است، مقدار اشباه 5% و مقدار روشنایی 90%. با وارد کردن این مقادیر ادامه میدیم و اینتر رو میزنیم تا تغییرات اعمال بشه. حالا از اینجا بالای سر به این صورت با قلممو میکشم، تنها روی بخش بالای سر اثر بذارم. مطمئن بشیم که تمامی اون رنگ قرمز رو پوشش میدیم. حالا میخوام این رنگ جدید، یعنی رنگ فعلی موی زن رو این فرم کنم، به این معنی که باید به پنل لایه ها برم و حالت طبیعی فعلی یعنی نرمال رو کلیک کنم و اون رو به کالر تغییر بدم که این افکت رو اینجا میبینیم. متاسفانه نه تنها روی مو که روی پس زمینه هم اثر میذاره، پس به خاطر ما مجبوریم رنگ مو رو توی لایه ترابلر کلیپ کنیم و میتونیم این کار رو با فشردن کلید Alt و بعد کلیک کردن روی یه خط افقی بین دو لایه انجام بدیم. یا اگه این تکنیک یعنی کلیک کردن همراه با فشردن Alt رو دوست ندارید، اونو آندو کنید و حالا میتونید به منوی لایر برید و گزینه Create Clipping Mask رو انتخاب کنید و دقیقا همین افکت رو خواهید داشت. خب به این ترتیب مشکل رنگ برطرف میشه، اما حاشیه های ناهموار هنوز پاورجان و واسه اصلاحشون این حاشیه ها باید یه رنگ رو از پس زمینه انتخاب کنیم. پس دکمه Alt رو نگه میداریم و بعد اطراف ناحیه داخلی پس زمینه به این صورت کلیک و درگ میکنیم. بیاید مطمئن بشیم که شرایط مشابهی داریم. پس اگه همسو با من پیش میرید به مقدار هیو رو روی 220 تنظیم کنید، ادامه میدیم و درصد اشباه رو هم روی 33% قرار میدیم و مقدار روشنایی رو هم روی 60%. حالا به یه لایه جدید نیاز داریم، از دکمه های ترکیبی کنترل شیفت و N استفاده میکنیم و اسم این لایه جدید رو هیر ایجز میذاریم و تا اونجایی که میدونم این لایه هم باید کلیپ بشه و چک باکس Use Previous Layer رو فعال و بعد اوکی میکنیم تا تغییرات اعمال بشه. حالا میخوام با قلممو روی این حاشیه ها بکشم و برای این کار از یه قلممو کوچیکتر استفاده میکنم. سایز قلممو رو روی 70 پیکسل قرار میدم. حالا روی این حاشیه ها میکشم. مطمئن باشید تمام حاشیه تیره رو دارید پوشش میدید. جایی که رنگ فعلی روشن‌تره برای این کار میتونید از یه حالت ترکیبی استفاده کنید. این بار روی واژه نرمال اینجا توی گوشه چپ بالای پنل لایه کلیک میکنیم و لایتن رو انتخاب میکنیم و تنها پیکسل های آبی نمایش داده میشن. اینجا هرچه پشت اوناست روشن‌تر میشه و در نهایت این افکت رو اینجا داریم.
برای اینکه بتونیم تفاوت رو ایجاد کنیم، این بخش از مو قبل از ادیت اینطور بود و بعد از ادیت به این شکل و تفاوت رو میبینید. حالا بیاید سراغ اون شونه بریم و این ناحیه رو اسکرول کنیم. اگه دقت کنید ببینید جهتون به سمت بالاست، پس ماسک باید به سمت پایین باشه. ادامه میدم و کمی زوم میکنم و کلید M رو فشار میدم تا ابزار مارکیوی مستطیلی فعال بشه. حالا سمت اولین عنصر عمودی که این ناحیه از آستینه اسکرول میکنم، وقتی ماسک رو به سمت پایین حرکت میدم متوجه اون نمیشید. حالا این ناحیه رو انتخاب میکنم و در حین درک کردن کلید فاصله رو هم نگه میدارم تا این حاشیه کنار شانه، کنار این تیکه پارچه کوچیک اضافه ادامه میدم. حالا اونو به سمت پایین حرکت میدم، باید مطمئن بشم این بخش از ناحیه داخلی آستین رو به پایین حرکت نمیدم. حالا کلید آلت رو فشار میدم و درگ میکنم تا این ناحیه رو از سلکشن حذف کنم. زوم میکنیم تا دقیق تر ببینیم که چی کار کردیم. روی تصویر کوچیک ماسک لایه مربوط به لایه تراولر کلیک میکنم. حالا فقط باید دکمه کنترل رو نگه دارم تا به صورت موقت به ابزار موو دسترسی پیدا کنم و بعد کلید Alt رو فشار میدم تا سلکشن رو تکرار کنم. اگه کلید مناسب رو فشار داده باشید، یعنی کنترل و Alt، بعد یه آیکون که سر اون دو تا پیکان میبینید به وجود اومده باشه. تو این مرحله کلید جهتدار پایین رو فشار بدین تا سلکشن یه پیکسل به پایین بیاد و بعد یه بار دیگه این کلید رو فشار بدید تا سلکشن یه پیکسل دیگه هم پایین بیاد و به این ترتیب اون حاشیه سبز از بین میره. توی مرحله برای لغو انتخاب تصویر کلید کنترل به علاوه دی رو فشار میدیم و برای اینکه تفاوت ایجاد شده رو ببینید کلید F12 رو فشار میدم تا فایل اصلی ذخیره شده رو مشاهده کنید. این حاشیه که تصویر ذخیره شده اول داشت و حالا این حاشیه که چند لحظه قبل داشتیم و این حاشیه که حالا به واسطه حرکت دادن یه بخش منتخب از ماسک تنها به میزان 2 پیکسل به سمت پایین داریم. حالا با فشار دادن دکمه های ترکیبی کنترل به علاوه صفر زوم اوت میکنیم و کلید های شیفت به علاوه اف رو فشار میدیم تا فول اسکرین بشه تصویرمون و همچنین میتونید روی ترکیبتون زوم کنید و این ترکیب با دستور فوکوس ایریا و مجموعه از قابلیت های آزمایش شده و قدیمی توی فتوشاپ بود که یک ماسک بسیار زیبا رو ایجاد کرد.